من بردو که واقعا گفته بودم، من دیروز گفتم یه بازی سختی داریم، یه تیم دونده جنگجو مقابلمون بازی میکرد، کادر فنی خیلی خوب که بود. توی بازی من دیدم چند بار تغییراتی داشتم توی سیستمشون. میدونستیم که خیلی بازی سختی رو داریم و نیمه اول من از بچه هم گفتم الان یه مقداری به خاطر اینکه زودتر به گل برسیم اون نحوه بازیمون رو، شکل بازیمون که هدف داشتیم از دست دادیم. یعنی ما برنامه دیگه داشتیم برای رسیدن به منطقه خطر تیم حریف که امدار عجولانه کار میکردیم که خوب زودتر به گل برسیم. اون شیرازه تاکتیکمون به هم ریخته و نیمه دوم و صحبت هایی که کردیم، من فکر کنم نیمه دوم این بازی یکی از بازی های خیلی خوب ما بود توی این مدت و واقعا از بچه ها تشکر میکنم که با صبر و حوصله اون کارهایی که گفتیم و نحوه و تاکتیک سیستمی که عوض کردیم خدا رو شکر جواب داد. نفراتی که فرستادیم خوب کار کردن و تونستیم که بازی منطقی به خصوص نیمه دوم که یک دو تا موقعیت هم خیلی خوبی هم داشتیم میتونستیم به گل برسیم بازی بردیم. من برد رو تقدیم میکنم به آقای عسگری که بالاخره از زحمت کشان ایراکو بودن و هفته قبل ما از دستش دادیم که روحش هم شاد باشه و یه تبریک هم گفتم میگم به بازیکن خودم که واقعا جانانه تلاش کردم و حقشون هم بود که ببرن. این که یه تشکر ویژه هم از بکنم باید بکنم از بزرگای تیم که واقعا چه بازی میکنن چه بازی نمیکنن، واقعا توی بین خود بازیکنان یه همدلی به وجود آوردن که رسش واقعا باید تشکر کنم از میثم مجیدی که واقعا یه کاپیتان. من توی این چند ساله که بالاخره مربیگری میکنم یکی از بازیکن‌ها و کاپیتان‌هایی بود که من واقعا دیدم که خوب تیم رو حمایت میکنه، خوب تیم رو بالاخره هدایت میکنه و بزرگترهای دیگه تیم که حالا چند تا هستن اسمشون حالا نیازی نیست بگم، ولی از اینا باید تشکر بکنم که این وحدت یکدلی که به وجود اومده انشاءالله حفظ بشه و بتونیم که اینو ادامه بدیم. و خواهشم اینه که از این به بعد، من حالا دیروزم گفتم انتظارا رو نبریم بالا، که شما انتظارا رو میبرید بالا اون باعث میشه نیمه اول ما رو ببینید. وقتی آقای کمالبند میگه که تیم شایسته سرنشینیه و سرمیه میگیره قطعاً خب دیگه انتظار این خودش این خودش بالاخره حالا ایشون رود دارن، ولی خب نباید ما بچه ها رو مثل نیمه اول بکنیم که برن تو استرس. بچه ها اگه کار خودشون انجام بدن آرامش داشته باشن قطعا فوتبال زیبایی رو به نمایش بذارن. من در خدمتتون هستم آقای خطیبی. خسته نباشید، میگم خدمتتون. پنج هفته اول لیگ گذشت و الان تیم‌ها واقعا دیگه حساب دیگه رو تیم شما دارن. من فکر می‌کنم کار شما سخت‌تر از تیم‌های دیگه شده از هفته ششم. از نظر روحی فکر می‌کنید بچه‌ها شما بتونن این روند ان شاءالله ادامه بدن یا قطعا ما بالاخره هر هفته برنامه داریم. ما برای چند ماه دیگه برنامه نداریم، ما هفته به هفته میریم جلو. این بازی هم بالاخره تا فردا حق خوشحالیمون تا فردا قبل از تمرین، فردا که تمرین شروع شد برای بازی بعدی، یعنی هدف اون بازی بعدیه. و قطعا اینم حالا شما سوال خوبی پرسیدید، ما قطعا از لحاظ روحی روانی کار میکنیم رو باید بازی کنم و اگر اتفاقی نیفته انشالله همین روند و انشالله ادامه بده. و این سوار بودن بر بازی تیم شما حالا جدا از اون صحنه‌ای که اتفاق افتاد تا رو کاری بهش نداریم، از اول شما حاکم توپ و میدان بودید و بچه شما مشخص بود که یعنی آتش بردن رو دارن و حالا اسیر اون گل خوردن نشدن و باز تونستن خودشون رو جمع کنن. چی شد یه دفعه تیم گلو که خورد به هم نریخ و تونستید تیم رو خوب جمع بکنید؟ در خطیب ما الان گفتم اون یک دلی یک پارچگی، حالا یکی توپ رو میده اون یکی تشویق میکنه، یکی اشتباه میکنه اون یکی میاد جبران میکنه.
این باعث میشه که همین اتفاق بیفته و حالا گفتم نیمه اولم حالا سوار بر بازی بودیم، یعنی بچه ها خوب بازی میکردن ولی اون نحوه بازی کردن اون غلط بود و که حالا محصه تاکتیکیه که حالا نمیخوام اینجا بگم، ولی نیمه دوم الحمدلله درست شد و هم فوتبال زیبایی رو دیدیم هم بالاخره نتیجه رو گرفت. خسته نباشید. معالمین اسدی امروز اولین بازیشون هم درود بفرمایید. مرکز شوتار از این بازی اول هماهنگ نیست. بالاخره شرایط جذب اینجا رو ندیده بود و قطعاً یکی از بازیکن‌های خوب ما خواهد بود به مرور زمان ان شاءالله.